کال آف خوارز یا بچه های خودمون بهش میگفتن کال آف جارز، ولی اسم بازی کال آف خوارز گانز لینگر. سلام به همه دوستان عزیز، من رسانم. خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی خیلی جذاب. بهتون قول میدم این ویدیو خیلی جذابه. امروز رفتیم سراغ یه لیست بسیار فوق‌العاده و جذاب از 5 تا از بهترین بازیایی که در غرب وحشی آمریکا ساخته شده، یعنی بازیایی که تم وسترن دارن و بازیایی که خودم هم تجربه کردم و کلی هم باهاش خاطره دارم. همه شما هم بازی کردین بازی ها رو و میخوام یه لیست از 5 تا 1 رو براتون معرفی کنم. امیدوارم خوشتون بیاد. فقط قبلش، به نظر شما بهترین بازی که توی سبک و تم وسترن ساخته شده چیه؟ اینو توی کامنت ها همین الان بنویسید. بریم 5 تا بازی ببینیم. فقط اگه هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردین، همین الان زیر ویدیو کادر قرمز رنگ بزن و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکن و در اینستاگرام پیج رسانداستر رو فالو بکن. دمتونم گرم بچه ها، نزدیک 1000 تایی هستیم، حمایت بکنید که زودتر برسیم به 1000 تا. بریم سراغ این 5 تا بازی که بهتون قول میدم شگفت زده میشه. بریم توی ویدیو. شماره 5، گان. این بازی که در سال 2005 توسط کمپانی اکتیویژن ساخته شده، هم برای کنسولهای PS2، Xbox، Xbox 360 و PlayStation Portable یا PSP ساخته شده که هم بازی به صورت FPS هم سوم شخص. بی نهایت این بازی فوق‌العاده و یکی از بهترین بازی‌هایی که من توی سبک و تم وسترن بازی کردم بازی گانه که همین الان شما دارید تیکایی از گیم پلی این بازی رو می‌بینید. شماره 4، کال آف خوارز یا بچه‌های خودمون بهش می‌گفتن کال آف جارز، ولی اسم بازی کال آف خوارز گانز لینگر. این بازی که در سال 2013 برای کنسول ایکس‌باکس 360، PS3، نینتندو سویچ و کامپیوتر ریلیز شد، یه بازی در سبک FPS یا اول شخصه که توسط کمپانی یوبیسافت ساخته شده. این بازی فوق‌العاده است، یکی از بهترین بازی‌های تم وسترنی که من بازی کردم بازی کال آف خوارز گانز لینگر. حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم این بازی رو بازی کنید که همین الان شما دارین تیکه از گیم پلی این بازی رو شما می‌بینید. شماره 3، بازی بی نهایت محبوب Red Dead Redemption 1. این بازی که توسط کمپانی بسیار بزرگه، بسیار بزرگ و پر افتخار راکستار ساخته شده در سال 2010 که همون سال هم عنوان بهترین بازی سال هم شد، در کنار عنوان بسیار فوق‌العاده‌ای مثل گادابارسه تونست برنده بهترین بازی سال بشه. به نظر من یکی از بهترین بازی‌های سبک و تم وسترن دنیاست که به نظر من نظیرش نیومده و اون کاراکتر جان مارسن معروفم که همه شما دیگه میدونین دیگه راجبه کی دارم صحبت میکنم. خودم هم یه گیم پلی از این بازی ضبط کردم که همینا کارتش بالا تو روش کلیک کنیم و برین بازی رو ببینیم و به نظرم فوق العاده است. اصلا احتیاجی به توضیح نداره دیگه، خودتون رو گیم پلی این بازی رو میبینید که برای کنسول های پلی‌استیشن 3 و Xbox 360 ساخته شده و هنوز خبری از PS4 و کامپیوتر نیست، ولی یه سری صحبت هایی هست که قرار ریمسترش برای PS4 و کامپیوتر فکر کنم ساخته بشه. شماره 2 که فکر کنم همه شما حدس میزدید که داخل این لیست این بازی وجود داره، بازی Sunset Riders. این بازی که توسط کمپانی کونامی ساخته شده در سال 1991 برای کنسول های نینتندو، سگا و دستگاه آرکید ساخته شده، به نظر من یکی از بهترین بازی سبک و تم وسترنه. تو رو خدا نگید که پارتی بازی کردی چون تو طرفدار بازی رترو هستی، ولی خدا وکیلی اکثر شما با نظر من موافقین که بازی سانست رایدز یکی از بهترین بازی هاست واقعا در سبک وسترن. بازی که گیم پلی خیلی کوتاهی داره، سبک بازی راننگانه، کلا 5 تا مرحله بیشتر نیست و توی این 5 تا شما کلا گیم پلی کامل بازی شاید داخل ربع ساعت الی 20 دقیقه برید، ولی به قدری بازی زیباست که دوست دارید صدها باری بازی رو تمام کنید. بهتون پیشنهاد میکنم اگه هنوزی بازی نکردید برید بازی رو تجربه بکنید. بله، و میرسیم به بازی شماره 1 که مشخصه چه بازیه. بازی Red Dead Redemption 2، یه بازی که در سال 2018 ساخته شده. به نظر من حقش بود بهترین بازی دنیا بشه تو سال 2018، ولی در کنار عنوان بسیار بزرگی مثل God of War 4 واقعا باختن هیچ ایرادی نداره و God of War 4 خیلی عنوان فوق‌العاده‌ای بود، ولی نمیتونی بگی که Red Dead Redemption تو بازی بدیه. Red Dead Redemption بی نهایت بازی فوق‌العاده‌ای، بازی که گیم پلی خیلی طولانی داره، تا همین الان هم این بازی داره فروش میکنه، بخش آنلاینش همچنان داره گیم پلیشو دارن گیمرها بازی میکنن بخش آنلاینشو و بی نهایت بازی فوق‌العاده، بازی که واسه کنسول های پلی‌استیشن 4، Xbox 1، جدیدن هم که واسه کامپیوتر هم بازی ریلیز شده و بازی فوق‌العاده توسط کمپانی راکستار هم ساخته شده. خیلی عالیه. این بازی حالا قراره فروش کنه، بهتون قول میدم
تا ببینیم کی کمپانی راکستار تصمیم بگیره که Red Dead Redemption 3 رو بسازه. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه از این لیست. اگه دوست دارید دوباره از این مدل لیستا براتون آماده کنم، حتما نظرتو توی کامنت ها بنویسید و این ویدیو رو همین الان لایک کنید. دمتون گرم تا ویدیوی بعد و بازی بعد. خدا نگهدار.